خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، هم خونی سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم. پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. مهربانیان گرامی، برنامه های سیاوش اوستا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی در آرشیو یوتیوب ببینید. youtube.com/mehrtv youtube.com/mehrtv ز پندار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این سه به جو راه جنات عدن رهی که از عدن تا خداوند شد. درود بر شما ملت سربلند و دلیر و گستاخ و آزاده سرزمین من، سرزمین عشق، مهر، شورش، رزمش، آرامش، خشونت اون جایی که باید. خیلی از شما سپاسگزار تاریختون. تاریخ از ملت ایران سپاسگزاره به خاطر این تجربه شیرینی رو که پیشکش کردین که نوید فردایی آزاد و روشن و روشنگر است. این سی که میگه سپاس، نیکی در پندار و گفتار و کردار، بارهاست که من در یه جای دیگه ازش استفاده میکنم. اونجا که ازش استفاده میکنم همین جریان انتخابات و انتصابات اخیر هم نیز شامل میشه. بیاد داشته باشید، بارها گفتم در مقالات بسیاری نوشتم در روزنامه‌های خودمون و روزنامه‌های یاران که ما برای پیروزی سه تا چیز میخوایم. باید سه تا چیز باشه تا پیروزی از آن ما بشه. الکی نیست، هیچی تو دنیا الکی نیست. توی زمینه خیلی باهاتون صحبت کردم. یکی آرتیست میشه، شهرت پیدا میکنه، تازه بخواین اینقدر خاطرات و قصه ها دارم براتون بگم، هیچی الکی نیست. همه چیز با برنامه است، همه چیز با برنامه است. شما ها نمیدونی برنامه بایستی باشه. حالا یک پیروز بخوای بشی تو در یک کاری، خصوصا در امور سیاسی، سه چیز لازمه. بارها گفتم چیه اون سه چیز. یادتون رفته دیگه، یادتون. باید دوباره بازیتو بگم. اول از همه باید تشکیلات داشته باشید، یا تشکیلات آهنین. دوم از همه بایستی یک رهبری داشته باشه اون تشکیلات. یه لون رهبر، 10 تا 40 تا 50 تا نه، رهبری همیشه یکیه. اون هیئت و گروه و کادر مرکزی، پرزیدنت و یا پاسخور و یا شهریار، یکیست که انتخاب میکنه. اگه آشپز دو دو بشه، آش یا شور میشه یا بی نمک، در اقلیم دو پادشاه نگنجد. اینا قصه نیست. اگر کسی اومد بهتون گفت بزن توی گوشش، چون میخواد خودش داشته باشه، تو نداشته باشه. همه دارن تو دنیا، تشکیلات دارن، رهبری دارن. سومیش چیه؟ چیه سومی؟ برنامه. اون تشکیلات باید برنامه داشته باشه که برنامه رو بریزی اجرا کنی پیروز بشی. جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده بود که خودشو پیروز بکنه، از اون طرف مردم آزاده و دلیر سرزمین آریایی توسط فرهیختگان خودشون پیدا حالا یا پنهان برنامه ریزی کردن، اونها پیروز شدن. شما پیروز شدید توی بازی، مردم که خر نیستن، دنیا که خر نیست. شما پیروز شدید که رای نیوردن، رای ندادین. حالا این پیروزی شما چگونه حاصل شد؟ با تشکیلات، با رهبری و با برنامه. حالا من میخوام امروز، خیلی مهمه بحث، در همین مورد باهاتون صحبت کنم و بگم که ما باید بریم رو این پنهان رو، باید بریم رو
و از زر زدن بعضی هم نباید بترسیم. شما یادتونه پایین تریبون بشینید، یادتونه دو برنامه پیش از انتخابات من رفتم با آگاهیتون رسوندم، هم خبر دادم که اینا 30 میلیون رای در میارن، هم خبر دادم بهتون که مردم میان با دوربیناشون به نمایندگی از جهان فیلم برداری میکنن، اگر جهان خواهران نخوان اینا فیلم برداری میکنن، سند میگیرن که دنیا بفهمه اینا نتونن دوباره دروغ بگن. بهتون نگفتم ذکاوت و تیزهوشی؟ اگر رفتید رای دادید باز اینا 30-40 میلیون رای در آوردن برای رئیسی، دخلتون اومده، اینا میمونن. امسال اینا نمیتونن تقلب کنن، کامپیوترها رو بازی بدن، چون نماینده های سازمان ملل و سازمان های، من بهتون بگم ولی نباید میگفتم ولی میگم از قبل میگم، اینها به عنوان خود ایرانی ها ولی با ماموریت در ایران حضور دارن، با تلفن دستشون فیلم میگیرن، صفحه رو فیلم میگیرن که فلانجا چقدر تو صف بودن، فلانجا اسناد رو جمع میکنن. حدود 1500-2000 نفر فقط برای تهران اومدن ایران، مردم، بچه ها، جوان ها، خود ایرانی ها، اینا اومدن اونجا که صندوق های رای رو فیلم بگیرن، نگاه بکنن، ببینن، بعد برن گزارش جهانی رو بدن، با اینکه جهان خواران هم با اینها هستن، و وقتی گزارش داشته باشن دیگه نمیتونن بزنن زیرش، ببینن کسی میره رای نداد، بیان 30 میلیون رای برای آقای رئیسی که میدونه چه کرده همشون. و موفق شدید شما با این فیلم هایی، اولا که تو خارج از کشور این انقدر سازماندهی شده بود که همه جا بچه ها حضور داشتن، اصلا یارو که میاد خیلی هم میترسیدن دیگه برن تو، نایمده برمیگشتن. این که از این اون چند نفری که دیگه خیلی میگفتن وای بازار ما کساد نشه، دکون ما راسته نشه، وای وای با حتما گفتن بیایم بریم رای بدیم، به زور میرفتن رای بدن، برخوردی که باشون کردن اینا تا آخر عمرشون پشیمون هست. من تو جبهه ایران و مردم ایرانم. آره میبینم همون هم مردم که 1500 تا شروع عربستان سعودی و انگلستان، همونی که 1500 تا شروع کشین، اون مردم نبودن، خجالت بکن از اون سیویل، از خجالت بکن، برو بشراش بیشرف، تو میدم گلی افتاده که نمیتونی مترجمی کنی. Josse e Prosvenska, due espion, due intercom, due for intercom a tolka di flittinga som flyttron Iran. چه صافت خونخوار، اسلام هم قرآن هر دو فدای ایران.
جنده پرست گفتم آدمای وطن شما آره شما اینجوری نشی بابونجا با انگشتی که از اون خون میچکه در نقد و نفی این انتخابات. اما پیش از اینها ببینید سال تقریبا 2000 بود، چند سال ازش گذشته بود، من امریکا بودم و همین جنجال انتصابات اینا که بود اونجا، من یک آرمی رو درست کردم پشت سرم گذاشتم، گفتم نه به جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران لایسیته میخواد. لایسیته یعنی حکومت خردگرا، فرمان روایی خرد. لایک واژه‌ای یونانی است، همون خرد گرایی ما آریایی ها ایرانی هاست که اونها گرفته از ما، و عرب ها بهش میگن علمانی اگر گفتن یه لایسیت است. با سکولاریسم فرق میکنه، پیشرفته تر از سکولاریسم. حالا دعوا نداریم، فرانسوی ها بهش میگن لایسیته. لایسیته به همه ادیان احترام میذاره، اما تو دلت اجازه نداری بریش تو جامعه. این پیام‌آوران خرد 50 نفر هستند که آثارشون رو سیاوش عرفستا به شما توصیه میکنه بخونید، گوش کنید و پخش کنید. خارج از این چیزی پخش نکنید، مال وزارت اطلاعات، مال سایبری های لشکری سایبری دشمنی. خرد رو از اینا پخش کن. این 50 نفر اینجا امکان داره خداشون با هم یه اختلافاتی داشته باشن، همه هم دیگر قبول نداشته باشن اونا تو بین خودشون. سیاوش عرفستا همشون رو قبول داره و معتقده که اندیشهشون رو بایستی پخش کنه. این پیام‌آوران خرد که به شما خرد رو میدن. حالا ما علمای دین داریم که به اینا اضافه شده، یعنی عالم دین میاد صحبت میکنه و همه نقد میکنه. ما این نو علاقه پیبلیک اسلامیک آن ایران و نه به جمهوری اسلامی اون موقع که مطرح کردیم 20 خورده سال، چون تشکیلات رهبری برنامه بود ولی دوتا دیگهش نبود، نگرفتیم. بعد یه مدتی من از پشت سرم برداشتم، یعنی برنامه تلویزیون من اگه ببینید میبینید 20 سال پیش این پشت سر من بود، ولی ما این برداشتیم. اما الان پیشا پیش از این که بخواد انتصابات این را شروع بشه این اوج گرفت، چون همه اومدن پشتش. خب این وسط بعضی ها اضافه کردن سرنگونی نظام، سرنگونی یعنی نه که فقط نه، چون نه خب ما که الان بدون 20 سال پیش گفته بودیم تازه نبود که 43 سالی که ما میگیم نه به جمهوری اسلامی، کسی که رای نداره که به جمهوری اسلامی که حالا اولش مردم خرج شدن و تو خمینی بی بی سی نشوندش اونا رو بلکن. خب همه که اومدن این گرفت، ولی از الان دیگه نه به جمهوری اسلامی، چون نه رو گفتید نرفتین رای بدید. از این بعد شعار سرنگونی نظام سادات صحراگرد تازی است. اینا نترسید، نه سنگ میشید نه چوب میشید نه چوب نمیشید. شجاع و گستاخ و دلیر بگید ما مخالف حاکمیت سادات تازی. چیکار میکنین تو سرزمین ما؟ اومدن چیکار هستن جز قتل و جنایت و غارت؟ کار دیگه که نمیکنن. این رو شعار بدید همیشه، سادات تازی رو از مملکت بیرون کنیم، از قدرت بیرون کنیم. بعدم اینا چی آوردن برای ما؟ 4 تا کتاب. با این 4 تا کتاب دخل ما رو آوردن. اصلی ترینش که قرآن، امروز یک آیت الله میزنتش، من نه، یا آیت الله اصلی ترین، یعنی حرفی که من 40 سال پیش نوشتم در کتاب قرآن به صورت سرودی به سبک پارسی، این آیت الله امروز میزنه تایید میکنه. ببینید قرآن سرودی به سبک پارسی، یک آیت الله، کسی که 10 سال برای رژیم تو تلویزیونش کار کرده. اصلا فکر نکنید که یک آیت اللهی همینجوری، آیت اللهی که 10 سال تو رژیم کار کرده، 10 سال برای اونا خدمت کرده، بعد یهو مثل مولانا متحول میشه. مگه مولانا نمیدونین شما؟ مولانا نمیشناسین؟ نه نمیشناسین، میدونم نمیشناسین. مولانا کسیه که وقتی که مغول حمله میکنه به سرزمین های آریایی، از مغول، از چنگیز پشتیبانی میکنه به عنوان ناجی. بعد تا 35 سالگی قاضی و قضات، رئیس قوه قضاییه است، مثل رئیسی تو شهر قونیه. بعد یهو با یک شمس تبریزی آشنا میشه. شمس تبریزی است که اونو متحولش میکنه
برای همین که گردی تا یک مقطعی یک کاری کردن چیزی کردن از اون مقطع به بعدش حساب میشه. این یادتون نره یاد بگیرید. حالا ما آخونده های آیت الله زیادی داشتیم که در یک مقطعی بونه بود اولی گفت بریدن، مثل آقای جزیری که براتون پخش کردن، مثل الان آقای کمال حیدری است. آیت الله کمال حیدری مریضش کردن که بخوشنش اینا بنده خدا، من براش تندرستی آرزو میکنم. صحبتاش گوش بکنید، اصلا چه بذاریم آخر برنامه، همین الان گوش کنید. سید کمال حیدری که از او به عنوان آیت الله العظما یاد میشود، یکی از مراجع تقلید نوگرای شیعه است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اما او را یک فتنه‌گر می‌خواند. سید کمال حیدری از طریق شبکه الکوثر متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شهرت رسید. به گزارش مسعود آذر روزنامه‌نگار، او در این شبکه تلویزیونی در حدود یک دهه در دفاع از عقاید شیعیان سخنرانی می‌کرد و مدیران این شبکه معتقد بودند که برنامه‌های کمال حیدری تأثیر مثبتی در جهان اسلام گذاشته و موجب گرایش اهل سنت به شیعه شده است. از سال 1392 اما رویه این مجتهد شیعه عوض شد. او در یک برنامه تلویزیونی در ماه رمضان آن سال گفت: من ادعا می کنم که بسیاری از میراث روایی شیعه از کعب الاخبارها و یهودیان و نصرانیها و مجوسها به ما رسیده است. این اظهارات شبیه نظر کسانی است که معتقدند ایرانیان در تقابل با اسلام مذهب شیعه را بر مبنای اعتقادات کهن خود خلق کردند. ترکیبی از مهر میترائیسم، اسطوره‌های باستانی و برخی آیین‌های زرتشتی. میگوید ادیان و شریعت‌ها هر کدام تاریخ مصرف مختص به خود را دارند و طبق این جبر تاریخی و تکاملی شریعت اسلام هم تاریخ مصرفش به پایان رسیده است. خب وقتی تاریخ تکامل انسان اینطوره، شما دو راه دارید: یا بگید با این شریعتی که پیغمبر آورده اینم تاریخ مصرف داره و تموم باشه، باید چی؟ یه شریعت دیگری بیاد، یا بگید انسان به جایی میرسد دیگه احتیاجی به شریعت از آسمون ندارد، که بعضیا این رو گفتن. الان میگن بله، انسان تا یک شرایطی به شریعت از آسمون احتیاج داره، بعد از اون دیگه مستند میشه به چی؟ به عقل و تجربه انسانی خودش، که اینو نسبت دادن به اقبال، محمد اقبال پاکستانی. سید کمال حیدری همچنین اظهار کرده که تمام حوزه‌های علمیه دینی را از ابتدای پیدایش تا به امروز وابسته به نهادهای قدرت و ثروت می‌داند که به دلیل همین وابستگی نمی‌توانند در برابر فساد حاکم مواضع صحیح و مستقلی اتخاذ کنند. بنده اعتقاد دارم که اساساً حوزه‌های علمیه یا مؤسساتی که در تاریخ اسلام به وجود آمده از زمان سقیفه تا امروز هیچ کدومشون آزاد نبوده است. بس. سید کمال حیدری هم با وجود اینکه خود در این دایره قرار دارد و هر کسی که بخواهد آنها را زیر سوال ببرد حتی با خطر مرگ نیز مواجه می شود، سوی همصنفان خود در فهرست سیاه قرار گرفته و عملا تکفیر شده است. صافی گلپایگانی، وحید خراسانی و جمعی از استادان و مدرسین حوزه علمیه سخنان او را رد کردند و محسن عراکی، ریاست سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب، او را تکفیر کرده است. سید کمال حیدری با قاطعیت میگوید همه علمای شیعه بدون استثناء اهل سنت را کافر میدانند و جالب است که علمای شیعه حالا او را هم کافر میدانند. اما این مرجع تقلید شیعه حالا و در مسیر نواندیشی های دینی خود اعلام کرده قرآنی که امروز در دست است نسخه است که 180 سال بعد از پیامبر اسلام نوشته شده. او این مبحث را در توضیح مسئله کتک زدن زنان در قرآن مطرح می کند و با استفاده از منابع اثبات می کند که قرآنی که امروز در دست مسلمانان است نسخه تحریف شده است از آنچه پیامبر اسلام گفته است. اینا این نسخه رو آوردم برای رفقا. از چی آقا؟ الجمهوریت الاسلامی فی ایران منظمت الاوقاف و شؤون الخیری. این آقا کجاست؟ این نسخه. ببینید آخر نسخه چی می‌نویسه آقا.
میگه از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص. چه ربطی به پیغمبر داره؟ عاصم 128 هجری آقا، یعنی 120 سال 117 سال بعد از پیغمبر، و حفصم 190 دنیا رحلت، یعنی 180 سال بعد از پیغمبر. اینی که دست ما هست رفقا این قرآن نیست، اینه اینیست که حفص از عاصم و عاصم از تابعین و تابعین از اصحاب پیامبر و اصحاب پیامبر از پیامبر دارن، یعنی چاپن آبیست از کتابای خوبا المصحف و قراءاته. ببین دیگه، ببین دقت را دیگه، نمیگه القرآن و قراءاته، چون قرآن قراءت داره یا نداره؟ نداره، قرآن یکیه. اونی که دست ما هست چیه دیگه؟ مصحفه که نماینده چیه؟ اون قرآن. حاکیه اون قرآن. ایشون ها در صفحه این کتاب 4 جلده و 1 مقدمه است، این مقدمه اون کتابه. ایشون میگه آه ما قرائتی داریم مال عاصم، 7 قرائت دیگه. عاصم ابو بکر، عاصم ابن ابی النجود، متوفای 127 یا 128 هجری، و معروف است عاصم ابن بهدله. آقا میگه خیلی، و ایشون دو راوی داشته، یعنی دو نفر به طور مستقیم از عاصم چی نقل کرده. آقای خویی در کتاب بیانشون تفسیرشون میگه ولعاصم ابن به صفحه 131، ولعاصم ابن بهدله الكوفي راویان بغیر واسطه، مستقیم از چی؟ از عاصم نقل کردن. یکی حفص، دومی هم چی؟ ابو بکر. و اونی که الان دست ما هست مال کیه؟ مال حفصه، نه از ابو بکر. حالا چرا؟ بحثاشو بگذارید کنم. یکی از راویانش کیه آقا؟ حفص ابن سليمان ابو عمر ابن داود الاسدي الكوفي الغاضري البزاز يعرف بحفيص. کمال حیدری در ادامه این بحث جنجالی خود با استناد به نوشته های خود مراجع دینی شیعه و سنی ثابت می کند کسانی که این روایت از قرآن را نوشتند افرادی بودند که به فساد و دروغگویی شهرت داشتند. آقا حفص کیا؟ مستند العروة الوثقى کتاب الصلاة الجزء سوم در صفحه 474. دقت کنید عبارت را، میخوایدم بنویسید بعدا برید اینو در بیارید. میگه این حفص که این قرائت بهش منتسب شده، على ان بعض هؤلاء التلاميذ، شاگردای کی؟ شاگردای عاصم دیگه، چون این قرائت از کی آمده؟ از عاصمه. شاگردش کیه؟ حفصه یا حفیصه. معروفون بالفسق والكذبا. اینا چی بودن؟ نه فقط فاسق و دروغگو بودن، چی بودن؟ اصلا مشهور بودن که آدم های چی هستن؟ که حفص الراوی لقراءت عاصم. منم نمیخوام تطبیق کنم، تصریح آقای خویی. این کجا؟ در مستندش. آقا پس ما چی داره میخونیم؟ آقا بحث فقهی من داره نمی کنم، رساله عملیه، رساله عملیه رو جمع کنیم به مرجعتون. من بحث علمی داره میکنم. گمون نکنید فقط شیعیان این رو میگن، اهل تسنن هم همین رو میگن. آقا علامه البانی، علامه البانی از بزرگان علم حدیث معاصرینه، معجم اسامی الروات، علامه محمد ناصر الدین البانی، جلد اول در صفحه 529، حفص بن سليمان بن المغير الأسدي كصاحب القارئ صاحب عاصم إلى آخره. يجون ميجا متروك الحديث ضعيفون دار قطني أغا غير فلانين يضع الحديث. أصلا نفقت حديث شو أخس نكون، شون يا آدم جعل ميكرده
من نمیدونم یک آدمی دروغ میگفته بر پیامبر و جعل حدیث میگرده بر پیامبر چطور وقتی میرسه به قرآن آدم چی میشه؟ آدم صادق و عادل و امین میشه. خب دیدید ایشون قاطع قرآن رو رد میکنه. من پیش از این نوشته بودم که قرآن 35-40 سال پس از محمد گردآوری شده. ایشون ثابت کرد اسنادی که داشت مهمتر که سال 28 سال پیش سال 28 سال پیش. خب این که اصلی ترین کتاب پس رد شد. این نمیگم خصوصا نظر دارم امروز گوش کن. کتاب دومی که خیلی مهمه برای مسلمان نهج البلاغه است. نهج البلاغه 100 بار گفتم دوباره تو میگم 400 سال بعد از امام علی شیخ رضی ایرانی شاعر نوشته، اصلا ربطی نداره به علی. اومده یک سری نامه های از علی که بوده برای معاویه تو اینا، اون نامه ها رو به قلم خودش، چون شاعر بوده قلمش هم قلم خوب بوده سید رضی، میاد اونا رو نوشته. بعد اون قصار صحبت کوچولوی آخرش که گذاشته، اونا همه سخنان اوستایی است، تو اوستا دزدیده ترجمه کرده عربی گذاشته اونجا. 400 سال بعد از امام علی نهج البلاغه نوشته شده. اصلا امام علی کتاب نمیدونست، یعنی مثل علی شریعتی. حالا علی شریعتی که حرفاش بود نواراش، علی شریعتی 5-6 تا کتاب بیشتر ننوشته، کتاب که نوشته 5-6 تاست. یا چطور 40 تا مجموعه سر بهش در آوردن؟ من در جریانم، ممرزه شریفینیه در جریان، بچه دیگه مجد شریفی که کشتن در جریان، این ها آمدن سخنرانی بابا رو پیاده کردن، سخنرانیاش هر کدوم یک کتاب. حالا علی اون موقع اصلا کتاب که نداشته ایش، سخنرانی که نداشته ایش، چیزی مکتوب هم نبوده الا 4 تا نامه اگه بوده. اون نامه رو تو گذاشته، بقیه حرف خود سید عزیز. سومین کتابی که برای مسلمان ها خصوصا شیعه خیلی مهمه، مفاتیح و جنانه کلیدای بهشت. مزخرف بهتون دارم میگن کله مار شد، چون مغزی دادن یه چیزای دانلود کردن توش که اکتیو هم هست. اینا همینجور اتومات ما رو خل برآورده، الان ما خلیم. مفاتیح الجنان توش یه عالم زیارتنامه خونی و دعا و ندبه و کمیلی مزخرفات. 2000 نمیارزه، هر روز بروزن بدبختتون کرده. این سادات رو بیشتر به شما تحمیل کرده، سادات رو برای شما مقدس کرد. کتاب دیگه چیه؟ صحیفه سجادیه. صحیفه دیدید که آقای چیز گفت کمال ایداری، صحیفه این قرآن، به قرآن هم میگه اسمش صحیفه است. حالا این صحیفه سجاده، یعنی قرآن سجاد، همش ناله و آه و نیایش و دعاست. چون یک آدم بوده همیشه گفته من بیمارم و بعد ترسیده بودم تو جنگ پیش یزید، میگه ایلک من کار خدا بود، کار تو نبود. یزید میگه چی کار خدا بود؟ من سربازای من کشتن. میگه نه تو جون من پسرمون ناراحت نباشی، کار خدا بود. عصبانیش میکنه بنده خدا رو یزید. بعد میره کتاب صحیفه سجادیه میگه. متوجه میشید اینها، این کتاب ها اوتوماتیک وار ذهن ما رو کور کرده. حالا من امروز در نظر دارم که راز یک قضیه همین که پنهان کار شد، چون توی این برنامه که انجام شد دو تا نیروی خیلی قوی نقش داشتن، یکی شورای ملی مقاومت بود، یکی نیروهای هوادار پادشاهی بود. نیروهای هوادار پادشاهی، این بچه ها هر دوتاشون شاهکار کار کرده. من دست و پای همه شما رو میبوسم بچه، ببینید که بچه های مجاهد و بچه های هوادار پادشاهی، این ما دیدیم با چه گستاخی و شجاعتی و با چه دلیری اومدن تو صحنه تشکیلی کار کردن، دخنی آوردن. این اتحاد بایستی به وجود بیاد تا ما تونیم رژیم رو سرنگون کنیم. این اتحاد چجوری به وجود میاد؟ تا موقعی که سازمان مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت، همین سیستم الانشو داره، شاهزاده رضا پهلوی نمیره با اون دست بده. قبلا چند بار گفته بود که بیایم فلان اینا نره. الان شاهزاده رضا پهلوی با شما مجاهدین خلق، چریکای فدای خلق، اول اونا که کمن به کار نده، مجاهدین میگیرم شورای ملی مقاومت، با شما که میگین نه شاه نه خمینی، ما دست نمیدیم. با شما که رئیس جمهورتون 28 سال خانم مریم رجوی، شما 28 سال رئیس جمهوری خانم جان، بسه دیگه، جا تو بده یکی دیگه. با اون روسریت، روسری که اسلامی نیست که، شما که روسری قبلا سرت نمی کردی خانم مریم من احترام دارم برای توی اصلا ناراحت نشین. ببینید الان کاری که ما کردیم برای 30 خرداد هیچ کی نکرد، لیست 10,000 کشته و شهدا رو که بیشترش ما شلو میکنم بود منتشر کردیم، پرنسیپ هایی رو داریم رعایت میکنیم.
اما ما مورد شما نیستیم 100%. انتقاد داریم به شما، دست ما رو ببوسید، سپاسگزارم باشید بخاطر انتقاداتی که میکنیم، انتقادات سازنده. من سیاوش اوستا، خانم رجوی و آقای مهدی ابریشمچی عزیزم و بقیه که بیشتر از همه میدونید، اگر اینا یادشون میره، چون این قدر یادشون میره بهتون بگم، من کسی هستم که سالها پیش در همین پاریس آقای مسعود رجوی دستور میداد مقالات منو از نشریه خودمون ارشاد بر میداشتن و در نشریه مجاهد چاپ میکردن. من مقاله برای مجاهد نمینوشتم، مقاله ها رو تو روزنامه خودم من چاپ میشد، اینو برمیداشتن صفحه اول مقالات منو چاپ میکردن. پیشنهادها و طرحهایی که همون موقع من به مسعود جان دادم عملی کرد، چندین تا شو، از جمله یکیش این بود که جدای دین از سیاست. خانم توی مصوبات شورای ملی مقاومت جدای دین از سیاست، شما با ظاهر دینی ظاهر میشی، عزاداری حسین حسین اینا رو هم میندازید، تشکیلات رو دینی کردی، اجازه نداری تو تشکیلات. مسعود رجوی به رأی همتون هم گذروندش جدایی دین از سیاست. یه کار دیگه هم کرد، اینا هم رو فراموش کردن چون مسعود رفته، گفت جمهوری دموکراتیک اسلامی، اسلام میشه برداشت، گفت جمهوری دموکراتیک، نوع حکومت رو مردم باید انتخاب بکنن. مسئله بسیار مهمتر، من سال 60 بهار 1360 کتاب نوشتم، زن برای راهی به پاخیز، زن همردیف مرد. مسعود رجوی همین تیتر همردیف رو گرفت، شما رو کرد همردیف خودش. بعد شما خانم مریم عزیزانلو اهل قاجار هم هستن، اینا از شاهزاده قاجار بگم برای خانم عزیز میگم بس میگیم بخندیم یکم. خانم مریم عزیزانلو قاجار بعد از انقلاب مجاهدین خلق میپیونده، با خانم صدر حاج سید جوادی، با خانم صدر حاج سید جوادی از در پشتی دفتر تشکیل ستاد مجاهدین خلق در تهران وارد میشه و ایشون رو آقای مهدی ابریشمچی هم تشکیل داشتن، رئیس گروه امنیتی و حفاظتی مسعود رجوی بود. ایشون بدون چادر، بدون روسری، با شلوار جین خانم مریم رجوی، مریم عزیزانلو، هر چی رو دوست دارین، وارد شدید اونجا، چادر هم سرتون نبود، روسری هم سرتون نبود، شلوار جین هم حتی پوشیده بودید، قبلا که نمی پوشیدید اصلا روسری. خب اینم که شما باید اولش بشه که چه لچک تازی رو گذاشتی رو سرت. دوم این عزاداری حسینی حسینی میکنین کجا وقتی که میگی دین از سیاست جدا است؟ این کار اشرف ربیعی، اشرف رجوی تشریف بردن دفتر من، شیخ علی تهرانی چون رفته بودن خونه شیخ علی تهرانی رو راه نهیده بود، بعد با من خانم اشرف تشریف بردن دفتر من مشهد، من ایشون رو بردم اونجا. همونجا من به خانم اشرف ربیعی اینو گفتم، محافظش هم که باهاش بود چنید، گفتم خانم این دیگه الان که روسری شما سرت کردی، قبلا که نداشت روسری که، گفتین تاکتیک، یه کار تاکتیکیست ما انجام میدیم، تاکتیک الان تموم شده خانم. نه خانم اشرف ربیعی روسری سرش میکرد، نه خارمادر مسعود رجوی و خانواده آقای مهدی ابریشمچی، نه بقیه ظاهر اسلامی. میخواین اتحاد به وجود بیاد که شما بتونید و ما ملت ایران، ایران را آزاد بکنه، 50-50 باشه با شاهزاده رضا پهلوی و دیگران، بایستی دموکراتیک واقعی به صحنه آمد و بسنجید و ببینید که همونطور که الان دیدین توی انتخابات واقعا اک بچه های هوادار پادشاهی هم پا به پای شما اومدن، در تحریم شرکت کردن، کار کردن و بیشتر هم تازه دارن کار میکنن. پس پنج مورد، من این پنج مورد قبلا گفتم دیگه، اینجا نمیخوام وقت من کمه تکرار بکنم، مجاهدین خلق بایستی، بعد از همه مهمتر این مجاهدین خلق رو شما الان تو خیابون مجاهدین خلق خیلی آینا، آخه من میشناسمشون از قدیم، تو خیابون رو میبینیم میگه نه 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 من مجاهد نیستم که، نه مسعود رجوی مریم، نه نه نه، بعد شب میرم سیمای آزادی رو میگم من اونجوری چه صحبت میکنه. خب الان که هوادار خودتون دستور گرفتن که نگن ما مجاهدیم، نگن، خب شما چرا یه اسم اول نمیدارین؟ اون داس و چکش که دیگه اصلا وجود نداره خانم، داس و چکش تموم شد دورانش. اوف علی فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، این جوک نیست به جان پرکی میخواد جدیه. اون موقع تازه ما اومده بود اینجا، این یک وزیک عزیز
ایرانی اومد گفت سیاوش هست. اینا میگن این فضل الله مجاهدین کیه با؟ گفتم فضل الله مجاهدین ندارم. گفت رو شرط بده بدم فضل الله مجاهدین کتاب رئیسشون مسعود رجبی فضل الله مجاهدین نداره. گفت نه علی دارن، علی قائدین، علی قائدین دارن، مثل که آجر فروشه. گفتم حرفا چیه تو میزنی بابا؟ اینا علی قائدین ندارن. گفت با خدا دارن علی قائدین، آجر عظیم، آجرای بزرگ دارن اینا، آجر، آجر بزرگ عظیم. من یه ها دو زنیم جا افتاد. گفتم این میگی نوشتم فضل الله مجاهدین علی القائدین اجنال عظیم. گفت آره دیگه. گفتم آبای فضل الله نیست که، فضل الله قادمی نیست، فضل های قرآن اینه گذاشتن. گفت بار بابا تو هم فکر کردی من مسخرم؟ این فضل الله، فضل الله مجاهدین بنیانگذار مجاهدین بوده، بخواد یه اسم اینا مجاهدینه. بعدم علی قائدین نمیدونم کدوم علی رو میگن اینا، علی قائد، شاید علی قائد میگن حضرت امام علی سه دوره خلفا تو خونش قائد بود، نشسته بود میگفت حال آجر شما نمیفهمم. گفتم بابا عزیزم اینه به جون شما باورش نمیشد. خب اینم که از آیه قرآن که فضل الله مجاهدین، اونم از داس چکشی که تموم شده خود کمونیست هم دیگه مثبت برش میدارم. اینا باید ورد داریم، باید تحول به وجود برید. بایستی آقای مهدی ابریشمچی خودش بیاد رهبری این جامعه رو به دست بگیره، یک رئیس جمهور جدید انتخاب کنید. آقای مهدی ابریشمچی خیلی، من مهدی رو دورا دور از مشهد که زندان بود میشستم تو وکیل‌آباد مدیریت میکرد، بعدم که اومد با کنار موسی و مسعود قرار گرفت. اگر ذهنیت مهدی ابریشمچی از اول حاکم بود الان از شما میجی نبود. خیلی روشنه. دخترش هم اینطور، خانم اشرف، دختری داره ماشاءالله. مسعودم که با خانم ربی فرزندی داشت به نام مصطفی، مصطفی نمیدونم الان کجاست، مصطفی رو داشتن. و خود مهدی ابریشمچی با خانم مریم وقتی خانمشون بود، دختر خانم خیلی شارپی داره، چند تا زبون صحبت میکنه، شارپه بابا. بذارید به جوونا بیان تو. اگر این کارو نکنید، من باز از همون خبرهای 100% یکی سیاوش اوستا میده، اگر مردم ایران این دوتا نیرو متحد نشن و مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت این اسلام بازیاشون رو، ضدیت با شاه و ضدیت با تاریخ و فرهنگ کهن ایران رو، این آخوند ماخوند بازی ها رو اینا رو نظری کنار، اینا اگه اینا رو نظرید کنار، متحد نشید با شاهزاده رضا پهلوی، بعدم یادتون نره من یه تو پرانتز بوله آقا ما مجاهدین ما ترجیح میدیم همین رژیم بمانه تا مجاهدین خلق من اینا چه کشکه. یعنی اگر مجاهدین خلق شاهزاده رضا پهلوی 50-50 متحد بشن، حالا 20% برای نیروهای اپوزیسیون چپ و غیره و ملی و فلان اینا توش بشن، میدونین چی میشه بچه ها؟ میدونین او کسی که تیروون دستشه، هویدا حرف قشنگی زده بود، حالا شاید نشه امروز پخش کنم، مردم میگم مردم پاکن که ماهاییم که رهبر هر جور بخوایم اینا رو میبریم، ماهامون میبریم اینا رو، مردم پاکن. باشه شما بیایید نشون بدید که آقا 120,000 نفر اینا کشتن، دختر 13 ساله رو زدن اعدام کردن، دختر 14 ساله رو اعدام کردن، جوونا رو زدن کشتن، سال 60 بگیر، بعد عمرای ارتش ما رو، عمر من لیست اینا رو منتشر کردیم، بخونید این لیستو، لیستو ببینید، در سه بخش، عمرای ارتش ما رو از ارتش برد و تیمسار و سرلشکر و سرباز و سرهنگ و سرمان رو کشتن، بعدم زدن بچه های کوچولوی 13-14 سالی ما رو تجاوز کردن همون جو که در قادسیه کردن. خانم مثل صدر اسلام به دختر ما تجاوز کردن، همین بچه 13-14 ساله تو زندان کشتن، تجاوز کردن. شما هنوز برای من میاد تو مقلد سادات تازی هستید، قرآن سر میکنید، بزنید کنار این حرفا، مردم نمیخوان. من دست بچه‌هایی که برای شما کار میکنن میبوسم، پای بچه‌ها رو میبوسم، اینا روشون نمیشه به شما بگن، نمیتونن بگن، موقعیتی ندارن برای گفتن. و بزرگاشون که نگفته میان بیرون، مثل روحانی و مثل قسیم و مثل دیگران، بچهای طفلی که تمام خانواده کشته شده ها هستن به دست رئیسی ها و خمینی و خامنه ای و روحانی و اینا که طفلی ها، پدر کشته، مادر کشته، برادر کشته هستن، اینا که روشون نمیشه بیان با شما این حرفا رو بزنن. من سخنی که میگم از زبان اونها به شما میگم. بذارید کنار این بازی اسلامی بازی رو، و یک اتحادی وجود بیارید که ایران سربلند با آزادی واقعی خودش برسه و بتونه یک انتخاب بکنه، یک حکومت دموکراتیکی رو همونطور که خودش میخواد، حکومت مردمی رو که خودش میخواد.
28 سال نشستیم برای من چون رئیس جمهوریم. ولی بچه نمیخوان. بعد من انتقاد میدونید خوب میکنم از هر گروه جریانی، ولی هر کی یک قدم برای ایران برداشته من مخلصش بودم. اما من یک تولید کننده اندیشه هستم. من اندیشه تولید کرده و میکنم تا این سالا. من مرید و مقلد کسی نیستم، ولی خیلی هم کمک میکردم، همین میدونید. بچه های اشرف نجات دادم، آقای دکتر صالح رجوی حضور داشتن، ایشون خودش خبر داره میدونید، بقیه هم خبر دارید، مهدی عبشم که هم خبر داره. کار دیگه هم کردم که بهتون نگفتم. برای من، برای ایران و ایرانی و میهن و سرزمین من کار میکنم. تو همون موقع بچه های که زدن اعدام کردن رفقای ما چه و چه و چه و چه، خب خیلی از من نزدیک میشناسم. بچه های ما هم اعدام شدن، بچه های بودن که برای فروش روزنامه من و غیره، بچه های فرقان، آرمان مستضعفان، ارشاد، بچه های من هم اعدام شدن. ولی خب بچه های شما بیشتر، این بچه ها الان خانواده شون که خانواده اینا که مونده در سر تا سر دنیا، تا هم یه کاری میخواییم میان براتون انجام میدن، اینها دیگه مسلمان نیستن، اینها دیگه اسمای محمد علی حسین رو خودشون نمیذارن. من خیلی اینا رو میشناسم، شاید خودشون ندونن که من میدونم اینها با شما هستن. به احترام اینها، به احترام خلق قهرمان، اگه میگین همین بچه‌هایی که رفتن تحریم رو عملی کردن. وقتی که شماها عراق بودید و اینها یهو همشون با پاسپورت جعلی، با پاسپورت جعلی وارد فرانسه شدن، ولی پناهنده فرانسه بودن. فرانسه میخواست اون موقع مثل اون سالی که اقدام کرد یه سال اینا فرستاد شمال آفریقا، اینا میخواست اینا بفرست اونجا. من سیاوش عوستام با مهر یزدان پاک، چون نوکر نیستم، اندیشمندم. من نوکر نیستم هیچ دولتی رو، گروهی و قدرتی رو در جهان، من اندیشمندم. آمدن همون موقع که شما خانم مریم رجبی بقیه همتون میدونید میخواستن شما رو بازداشت کنن چون غیر قانونی وارد شده بودید و گروهی رو، من مداخله کردم اون موقع، هیچ کس هم نمیدون، من مداخله کردم اون موقع در سطح بالای حکومتی و گفتم جونشون در خطر بوده، اومدن دیگه. روزی که مریم رجوی رو گرفته بودن زندان بود، در بیر حکیم 300 نفر اومده بودن نشسته بودن و پیش از اون یک دختر خانم خودش سوزوند. من اومدم اونجا حضور پیدا کردم، شخصا تنها اومدم. اون موقع من محافظ داشتم، به محافظم گفتم کنار وایس. اومدم تو اون جمع، بچه‌هاتون همه منو دیدن، فیلم برداری میکردیم، فیلم منم افتاد. یک نفر به من پرخاش کرد، یک نفر همونجا که نشسته بود، بعد بقیه ساکتش کردن. بعد گفت، من گفتم که برید خونه هاتون، خانم رجبی میاد بیرون، به زودی میاد بیرون. و فردا صبح شما آقای حبیبی اومد پول گذاشت، شما اومدی بیرون. اونجا من مداخله کردم، جاک شیراک رئیس جمهور بود و سرکوزی وزیر کشور بود، من اونجا مداخله کردم. گفتم بابا ما تو فرانسه هستیم، اینا منم با ایشون مخالفم، ولی چطور نباید دیگه تحویلشون بدی که چه کاری کردی تا این حد که عظمت و شوکت. برحال اون روزی که تو مجلس فرانسه صحبت کردم، کارمندای خود شما دوتاشون بودم. پس من نیت خیر دارم و سخن از دل مردم میگم. باید تحول شما به وجود بیارید. اگه نیاره دشمن مگه بیکار نشسته؟ 43 سال تو قدرت، هر روزم الان من به شما بگم مشتبه خامنه ای با نسل جوان گلوبالیستای دنیا ساخته، ده بار گفتم، مشاورش هم، مشاور اولیش هم مادرشه. منصور خانم، منصور کجایی؟ منصور خانم خجسته باقرزاده. منصور خانم خیلی آدم متفکریه، خیلی متفکر. ایشون زن سیدعلی خامنه ایه. حتی سیدعلی خامنه ای الان تبدیل شده به یک عروسک، باش هر جور بخوان اونا بازی میکنن. تمام انتقامشو منصور خانم داره از سیدعلی خامنه میگیره. آقا تا این رئیس جمهور شد، رهبر شد، زن رهبر، زن رئیس جمهور، گفت آقا ما میخوایم کار بکنیم مثل بقیه زنا، کار خیریه، امور خیریه. گفت نه 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 نه، برو تو خانه بشین، هیچ کار نمیتونی بکنی، برو برو تو خانه بشین. بنده خدا گفت میشینی من تو خونه. آخه من شجاعتش دیدم خودم، این منصور خانم قبل انقلاب زن شجاعیه. گفت ما نمیخوایم بنشینی تو خونه، بهت میگم
4 تا پسر داره، 2 تا دختر. حالا دخترا که طفلی ها، هدا و بشرا که رفت، از این 4 تا پسرا الان 3 تا رو زیر کنترل خودشه. میثم نیست، کوچیه مخالف مشتبه است. میثم قبلا گفتم 3 تا دیگه زیر پوشش خودش گرفته، مشتبه رو گذاشته رئیس، او پسر بزرگش که از مشتبه بزرگتر مصطفی رو گذاشته مطیع این، محسنم یا مسعود مطیع این، و این کرده رهبر. یک کلمه شما صداشو نشنیدید، ولی 20 ساله در ایران میگردونه. اگر متحد نشید، اگر شما شورای ملی مقاومت تحول انقلاب ایدئولوژیک اینجا از وجود نیارید، با شاهزاده رضا پهلوی بایستی از یه چیزایی بگذرید تا شاهزاده به شما دست بده. بگذرید از یک سیمازایی تحول بنیادی به وجود بیارید، بعد پیروز میشیم. ما ایران پیروز میشه، ولی شکی ندارم با این تشکیلات پولادینی که شما دارید، با این توده مردمی که با میگن رضا شاه روحت شاد، با شما هم بگین رضا شاه روحت شاد. چرا جلوگیری میکنه؟ این الان 2 سال دیگه گفته نمیشه. و اینها دشمن میاد همه رو که قدرت تارکیک میگیره شروع میکنه به درو کردن، و شما هم جانتون در خطره. من بارها بهتون گفتم، الان دارم بهتون میگم، گلوبالیسم جهانی برای ایران همون نفت و پول و اینا رو میخواد. هر کی میخواد بچه چغندر اونجا بذارن. اصلا چغندر توی 43 سال چغندر حکومت میکرده، همینا چغندر بودن. اونا که آدم فرهیخته و خیردمند، شما هم که دیدین چقدر گول زدن، هی بازی کردن بهتون، هی تروریستین، هی لیستین، هی تروریستین، بازی که بهتون کردن. بعدم شما خانم مریم رجوی عزیزم، قربونت برم، باید ببری بالا نیرواتو که تو که آوردی پایین، که از وقتی تحویل گرفتی که قربونتو. مهدی بیا رفت آقای مهدی ابریشمچی، گوش کن دیگه عزیزم، مهدی ابریشمچی دیگه فکر نکن که شوهر سابق فلانه، یک مغز متفکره، خیلی هم قویه مغزش. الان توی همین تحریم کارایی تشکیلاتی مهدی ابریشمچی بود، از اون طرف نیروی سلطنت طلب هوادار پادشاهی که این موفق کردی جریان رو، مهدی ابریشمچی بایستی گسترده تر عمل کنه، دستش باز باشه. خب حالا به استاد گلپا گوش میکنیم. قلب شهر تبدان ملت به خواب نازه، چشمای شاه بیدار فرمانی میخوام که به شما مهربانیاران بدرود بگم، بایتون خداحافظی کنم. شما رو به دستان پر قدرت و تواناوی اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی بسپارم. از برادر عزیزم مهربانیار مهندس امیر شجر سپاسگزارم، دبیر کل این دانشگاه، دانشکده پارس. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و کپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشگی پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. مژده به مهربان یاران گرامی، انجام آیین عروسی و خویشاوندی به سبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا با اسناد زیبا و پارسی ایران باستان در سراسر جهان از طریق اسکایپ به رایگان. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی، از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقد به زبان تازی، توهین به زن ایرانی. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می‌گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می‌کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی